هموطنان عزیز و بینندگان خوب برنامه زندگی، سلام و وقتتان بخیر. امیدوار هستم کاملا جور صحتمند باشین و یک روز خوب را تا این دم سپری کرده باشین. امروز متفاوت تر از گزارش های دیگر ما در خانه هنر قرار داریم که بیشتر از ده ها بانو اینجا هنر نقاشی کار میکنند که دیدگاه مسئول این نقاشی را هم با هم می داشته باشیم که مدت چند سال میشن داریم هنر نقاشی کار میکنند و چی باعث شده آمدن نقاشی کار میکنند. امیدوار هستم تا آخرین دقایق این گزارش با ما باشین و ابرویمان بکنید. تقریبا یک دو ماه یا یک ماه میشه که کار میکنم. علاقه مندیم زیادتر در رنگ بود. وقتی که مثلا رنگ با یک رنگ دیگر یک جای میکنیم، یک رنگ دیگر با وجود میاد، یک تازگی با وجود میاد، کشش داره. زیادتر علاقم در نقاشی زیاد بود از رسامی کده و دیدم وقتی کار استاد ما رو دیدم، استاد ما بسیار خوبش کار میکرد، از خودم کده از کار استاد ما زیادتر خوشم آمد. میخوایم مثل استاد ما یک شخص همه تو با هنر شوم که مثل استاد ما نقاشی های آثار های زیادی داشته باشم و زیادتر از استادم ممنون هستم که مرا پذیرفت به خاطر که بایش کار کنم و یاد بگیرم و یک هنر جدید یاد بگیرم. مدت یک سال میشه که من نقاشی و رسامی را پیش استاد فیزیه محمدی آغاز کردیم و انگیزه که بر من ایجاد شد اما برنامه افتایه سال قبل که داشتن، اونجا من وقتی دیدم دخترها را، وقتی تابلوهایشان را دیدم، امو انگیزه باعث شد که من بیایم و نقاشی مثل اونا در کنار اونا کار بکنم. خواهر من دیدم بسیار به شوق رسامی و نقاشی کار میکرد، مام که دیدم بسیار خوشم آمد، خواستم که مام کار بکنم. در اونا باید اجازه بتن چون آزادانه در جامعه مدنی کار بکنن و فعالیت بکنن. بانوان نیمه از قشر جامعه ما را تشکیل می دهند که با حضورشان در اجتماع می توانند تحول مثبت ایجاد بکنند. این بود گزارش امروزی ما که از کارگاه هنری خانه هنر تقدیم شما عزیزان کردیم. تا گزارش های بعدی که باز هم با یکی از موضوعات خوب روز نصیر احمد شریفی حضور شما برمی گرده، هر یکتان را بلای پاک امانت می سپارم. روز و روزگار خوب داشته باشین. خدا نگهدار.